بالاخره اومدم به هواشی تطلو و سرقرشی و, و این مسائل بپردازم خیلی درخواست داشتید که آقا یه زرتپیرتی بکن در این رابطه اومدم زرتپیرت بکنم بریم و برگردیم خوش اومدید به کانال خودتون با لایک و کامنت و سابسکرایب این بنده حقیر را مورد عنایت توجه قرار بدهید متشکرم چخ ممنون اولا که امیدوارم تسلل بر نگرده چون گفتم قبلا هم سه تا حالت بیشتر نداره یا زندان و اعدام و این جور داستانها که دردی و دوا نمیکنه یا باید با حکومت همکاری بکنه و آهنگای اسلامی بخونه حالا شاید بعد از چند سال بهش مجوز بدم مثل آرمین توی اف ام که این آهنگایی که الان داره رو که نمیتونه بخونه باید آهنگای ما بندی بخونه دوست دارم تو چقدر زیبایی فلان روزمون قشنگه باید یه سری شروع کنه یه سری آهنگ جدید ساختن که بتونه اونا رو بعدا کنسرت بذاره یا خونه نشینش میکنه اصلا ممنوع تصویر ممنوع کار ممنوع هیچی یعنی بهترین حالتش اینه که یعنی خوشبینانه ترین حالت اینه که خونه نشینش میکنن که در سه حالت به ضرر خودشه خودش آسیب می‌بینه امیدوارم اخر شیطون بیاد پایین نمیدونم البته مثل اینکه برگر امضا کرده بود برگرده نمیدونم چی میخواد بشه اصلا شرایط خیلی شرایط عجیبیه همه رو هواییم همه چی به هم ریخته انگار هر سمتو می‌بینم دارم تباهی می‌بینم سیاهی می‌بینم امیدوارم تموم شه روزای خوش بیاد از کجا شروع کنیم انقدر دیگه گهمال شده همه چیز که نمیدونم از کجا شروع کنم تو این برنامه نمیخوام کسی رو سفید بکنم نمیخوام کسی رو سیاه بکنم نمیخوام به کسی برینم نمیخوام به کسی کردیت بدم داستان رو میخوام از کجا شروع کنم از اینجا که زمان مسی یک زن رو تا کمر گذاشته بودن تو خاک میخواستن سنگسارش بکنم حالا به جرم زنا یا حالا هر چیزی میخواستن سنگسارش بکنن همون لحظه مسیح میرسه مسیح میرسه و یه جمله خوب میگه میگه من نمیخوام اینو تبرئه کنم یا نجات بدم ولی اولین سنگ و کسی بزنه که تا حالا گناه نکرده هر کی گناه نکرده بیاد با سنگ اینو اولین نفر اون باشه که همه سنگاشون انداختن گفتم آره خب فقط این گناهکار نیستش که ما هممون هم گناهکاریم فقط این زن خطا نداشته که یا حالا فقط تتلو یا سهر قریشی یا پدرامیتو یا x y هممون به نوعی خطا گناهکاریم گناه اشتباه داشتیم ولی خب بیایم یه خورده این موضوع رو بازتر بکنیم که از کجا شروع شد و چی شد و به کجا میرسه و در آینده چه خواهد شد نظر شخصی ما میگم و اینجوری نیستش که صد درصد این درست باشه نگاه منه از تجربات من این میزنی بیرون از چیزی که دلم میگه مغزم میگه اینو دارم میگم بهتون یه قهوه بخورم گفتم قهوه یاد مامان خامنه ای افتادم یه استوری گذاشتم که روی صفحه میبینید استوری رو با هم دیگه بخونیم قبلش همه این چیزها رو بخوایم بررسی کنیم بعد میرسیم سر وقت تطلع و و جمهوری اسلامی و برگشتش و فلان و این چیزها راجع به تباهی نوشتم کلا ما رو به تباهی هستیم مردمان ایران کشور ایران گفتم تباهی اصلا میدونی یعنی چی تباهی یعنی هنرمند مملکت آواره فقط تسلل رو نمیگم و خودم هم جز بشن، خیلی ها جز بشن طرفداراش بیچاره ایرانی از وطن بیزاره مادر داغ فرزند داره اقتصاد کشور بیماره نابغه دنبال فراره پدر که اصلا نون نداره مادر مرده تباهی یعنی این مقصر نه تتلو نه تتلیتی ها نه من نه تو همه ما هستیم هممون هم مقصریم که هنوز به شعور متحد شدن و ریشه کن کردن مسبب اصلی اینها نرسیدیم هشتگ نه به آره دوستان اگر تطلو رد داده دیوونه بازی در میاره فش میده فلان میکنه چرا باید تطلو بیرون از کشور باشه و این همه فشار رو تحمل بکنه تتلو و هم چرا خانم سهر قریشی باید از کشور بزنه بیرون و بخواد حالا افشاگری بکنه که تو خونه تطلو چه خبره و چه با من کردن و اول دنبال این مسائل بگردیم که مقصر اصلی کیه یعنی الان خب تتلو رو مجرم شناختیم یا مثلا محکوم کردیم تموم شد یا سهر قرشی محکوم شد تموم شد بعدش چی؟ این اختلاسی که چای دبش انجام داده رقمش انقدر گنده است که نمیتونم به اصلا 20 بیس هزار بار خوندم حفظه میشم انقدر رقمش گنده است فقط من میدونم که با هر یک میلیون دلار شما میتونید برای 6 الا 8 نفر شغل دائمی تو کشور ایجاد بکنی حالا این رقم با این میشد هزاران هزار هزاران هزار هزاران هزار, هزار شاید مثلا سی هزار نفر رو که الان بیکار تو خونه نشستن و ایجاد شغل براشون کنی کارگاهی بزنی کارخونهی بزنی پالایشگاهی کوفتی زهره ماری که خیلی از اون بیکارها الان تطلیتی هن. مشکلشون الان تطلوه نمیگم مشکل نیست حالا بالاخره دقدقهشون شونه رو دوست دارم ولی این مشکل حل بشه بعدی بعدش چی؟ خب ما اما برسیم سر وقت اینکه کی راست میگه کی دروغ میگه توی آهنگ گردن من ننداز کاورش اگر ببینید که رو صفحه میاد اون پسر داره موی دختر رو کات میکنه با اخم و فلان و اینا عصبی وجود این کاور ثابت میکنه که اون ادعای سحر قلشی یا دوست دخترش که موهای ما رو میزنه با اخم داشت میزد و فلانه. پس میزده نمیشه اینو منکر شد مستندی که مستند که نه اون مصاحبه ای که آیدین زواری با یکی از یوتیوبر لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن میتونید روش بزنی اون اونو برید نگاه کنید که وایس تطلو هستش که تطلو داره میزنه یعنی یه شخصی اومده تو اون خونه و مورد ظلم قرار گرفته اینا نمیشه اینا رو کتمان کرد یا مثلا بگیم هوش مصنوعی چون تو اونجا ثابت کرده حرفایی که زده شده ولی خب تتلو آیا فقط همینقدر بدی داشته خوبی اصلا نداشته یعنی اصلا هیچ حرکت مثبتی نکرده برای ایران یا فقط آسیب زده قطعا نه تمام آدما هم آسیب میزنن هم مفیدن حتی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی لطف بزرگی بود در ایران میدونی چرا چون خرافات رو ریشهکن کرد دین رو ریشهکن کرد یعنی بعد از جمهوری اسلامی مردم دیگه دنبال دین نیستن یعنی میخوام بگم که هر اتفاق بد توش اتفاق خوبه هر اتفاق خوب توش اتفاق بده آیا تتلو چیز خوب یادمون نداده حالا فوش هم یادمون داده یعنی جوو اینجوری کرده که نسبت به فوش خورده آداپته بشیم این هم بده هم خوبه همه چیز در این دنیا هم بده هم خوبه بود. جنگ جهانی دوم به نظرتون بد بود خیلی میگن آره نظر من اینه که نه خوب بود چرا که بخش زیادی از جمعیت کشته شد اگر اون جنگ های اول و دوم نبود الان جمعیت کره زمین به جای 8 میلیارد 20 میلیارد بود و خیلی اختراع شد که الان من و شما داریم ازش استفاده میکنیم خانوما همون نوار بهداشتی استفاده میکنن به واسطه جنگ جهانی دوم اون نوار بهداشتی اختراع شد پس جنگ جهانی دوم بد نیست خوب هم نیست هم خوبه هم بده تطلو هم همینجوره سهر قرشی هم همینجوره هم خوبه هم بده راجب سهر قرشی اونم زیر زربین بگیریم سهر قرشی ادعای اینو داره که آقا من به خاطر اینکه دخترا تو این دام نیفتن اومدم افشا سازی کردم خب اگر تو اومدی افشا سازی بکنی چرا تو یوتیوب که فیلتره چرا نرفتی تو اینستاگرام که کاربرای بیشتری تو اینستاگرام هست یعنی اگر توی یوتیوب دو میلیون ایرانی باشه یک میلیون ایرانی باشه توی اینستاگرام 60 70 میلیون هست پس اونجا افشا سازی می‌کردی کمک بزرگتری می‌شد بیشتر می‌فهمیدن ایرانی‌ها تا تو یوتیوب پس دنبال درآمدی میگه درآمد برای من اهمیت نداره نه اگر اهمیت نداشت قطعا میرفتی توی اینستاگرام این کارو میکردی نه توی تو تلگرام تو تلگرام که اصلا با پروکسی هم کار میکنه خیلی راحتتر اخبار رو جابجا کردن یا اطلاعات و اما میگن چرا به تسلو ریاکشن میری تو آخرین تصمیماتی که ما گرفتیم قرار شد که آقا دیگه اگر قرار باشه من به شخصیت یارو کار داشته باشم به خیلی ریاکشن برم سه چهار تا بیشتر آرتیست نمیمونه که من بخوام بهشون ریاکشن بدم تخصص من اینه که موزیک و ریاکشن برم آنالیز بکنم و تو اون آنالیز ها سعی کنم موزیک یاد بدم یه ضرب المثل بگم دو تا تجربه بگم دو تا اطلاعاتی بدم اگر دارم حالا خیلی هم میگن آقا تتلو مگه یادت نیستش که فوش داد به محسا امینی اتفاقا اینجا یه نکته ریز تو این موضوع هست یادمه 25 شهریور سالگرد بود یکی دو روز مونده بود به این داستان تطلو اومد فش داد و نظرها رو به خودش جلب کرد حالا شاید هم نخواسته بوده شاید خواسته بوده شاید ناخواسته بوده ولی تو تایم بسیار بدی بود این حواشی الانم باز یا خواسته یا ناخواسته همزمان شده با این اختلاص چند میلیارد دلاری وای خدا میلیارد دلار اوف رقمو ببین و حالا دستگیری تو و اینا هم یا خواسته است یا ناخواسته است ولی اگر ناخواسته است که خیلی عجیبه توی تایمای مهم اتفاقات مهم کشور سریع حاشیه ایجاد میشه چون میدونید تطلو این ویو رو داره معروف ترین آدمه و میبینی که الان توی اینترنت میزنی ت تطلو میاد بالا میزنی امیر دیگه امیر تطلو اومد بالا دیگه کسی به فکر این نیستش که اون مبلغ کجا رفت کسی به این توجه نمیکنه که الان تو ماش دو کجاست تو چه وضعیتیه مسبب اصلی رو پیدا کنیم مقصر اصلی خودمونیم که اتحاد نداریم که ریشه کن کنیم این فسادها رو این مشکلات رو وضعیت هممون آشفت است رو به تباهی طبیعت رو به تباهی دریچه ارومه بچه داره خوش میشه میدونستیم اگر خوش بشه تا 100 کیلومتر دورش همه چی به این میره حیات به بین میره همه چیز از بین میره خیلی اتفاقات بدی میفته واسه ای ایران و دنیا اینا مسائلی هستن که باید بهش توجه بشه بیش از همه مسائل آینده خودت مهمه خلاصه این مطلب رو بخوام بهتون بگم که این بین من فکر میکنم بخشی تقصیر تطلوه بخشی تقصیر سهر قریشیه بخشی تقصیر منه بخشیش هم تقصیر توه تو هم یه سری جوا دادی تو هم یه سری کامنت ها یه سری نظر ها باعث شده که این اتفاقات به این سمت بره خودتون میدونید من اینجوری هم که یکی یه حرکت فولی بکنه قاطی میکنم قدیم اینجوری بودم الان کمتر شده خدا رو شکر به لطف مسیح ولی گفتم نمیخوام کسی رو سفید بکنم یا کسی رو سیاه بکنم من دارم ریشه رو نشونتون میدم مشکل اصلی رو دارم بهتون میگم به خدا مشکل نه منم نه تو نه سرقریشیه نه تطلوعه. اگر حکومت درست بود اصلا تطلوع به اینجا کارش نمیکشید یک هنرمندی بود پیشرفت میکرد کنسرتش رو کاراشو کاراش رو میکرد تو خود مملکتش جنده خونه میخواست بزنه میزد چه میدونم کلاب میخواست بزنه کازینو کاواره هر چی دوست داشت و میزد و اونجا هم خودش رو تخلیه میکرد هر چی، هر کاری دوست داشت اونجا میکرد آوارش کردن اومد ترکیه این داستانه بعد یه چیزی به خانم قریشی بگم اینکه زدی بیرون هنوز هجاب داری یه جوری نیست یا مثلا امیر دیوا میاد با تطلو برمیگرده چرا امیر دیوا مشکلی نیست من این نمیدونم میره پیش تطلو تنظیم میکنه یه سری چیزا این وسط بو داره ولی اون چیزی که بیشتر از همه داره بو میده فساد ایرانه فساد حکومت ایرانه خیلی میگن نه مقصر مردم نه مقصر مردم نیستن این حکومت رو شما چهل سال روی ژاپن یا سوئیس حک فرما کن بعد چهل سال بیا ببین مردم چه جوریه وضعیتشون یعنی چهل سال به دختر پسر رو بگید از هم تفکیک بشید موزیک گوش نده نرخت نخند گریه کن افسرده باش اقتصاد به گاه باشه خب معلومه آدم رد میده دیوونه میشه نمونهش کره شمالی و کره جنوبی همشون مال یه قسمتن هم, همشون از یه ریشن از یک قومن از یک نژادن کره شمالی چه وضعیتی داره جنوبی چه وضعیتی داره پس حکومت خیلی مهمه خیلی مهم مهمترین مشکل ما همینه آن بهشته گم شده آزادی است بریم سر وقت زربان مسئله امروز رو کار رو ببندیم اگر قانه کننده بود این ویدیو که کامنت بذارید اوکی یه نتیجه گرفتیم اگه نه باز باید ویدیو بدم و بیشتر بشکافم بگید بیشتر میشکافمش آن کس که مرا فریب داد ننگ بر او باد آن کس که مرا دو بار فریب داد ننگ بر خودم باد دوستتون دارم خداحافظ